پس در واقع همون جور که گفتم، الان خیلی بخوام خلاصه تو چند تا نکته نشونتون بدم، مکانیزم بازار گرایشیه توی بازار آزاد، بازاری که بدون دخالت عوامل بیرونی مثل سیاست‌گذاران و دولت هست، برای اینکه قیمت تا جایی تغییر بکنه که بازار تسویه بشه، به این معنی که گپی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشه. منظورمون از تسویه بازار اینه. و مفاهیم کمبود و مازاد رو هم معرفی کردیم که هم میتونه از سمت عرضه معرفی بشه و هم میتونه از سمت تقاضا معرفی بشه، یعنی کمبود تقاضا یا کمبود عرضه. خب سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که این مکانیزم بازاری که معرفی شد، ما منحنی های عرضه و تقاضا رو همزمان با هم روی یه دیاگرام دیدیم و تحلیل کردیم، در مورد نقطه تقاطعش صحبت کردیم و دیدیم نقاط خارج از تقاطع چه ویژگی‌ای داره، یه سوال خیلی مهم اینه که این تحلیل کی به درد ما میخوره و کی از تحلیل‌های دیگه‌ای باید به عنوان تحلیل‌های جایگزین استفاده بکنیم. خب همونجوری که اینجا می‌بینی، ما در واقع فرض کردیم تو اون تحلیل قبلی که به ازای هر سطح قیمتی که در نظر بگیریم، یه مقدار مشخصی وجود داره که داره به بازار عرضه میشه توسط تولید کننده ها. پس در واقع این چیزی که ما اینجا، این مکانیزمی که در موردش صحبت کردیم، این سازوکاری که تو بازار داره کار میکنه، فقط در شرایطی معنی داره که بازارمون تقریبا بازار رقابتی باشه. وقتی که میگیم تقریبا، یعنی اگه خاطرتون باشه از جلسه، از مباحثی که تا حالا صحبت شد، ما میتونیم روی طیف در مورد بازار صحبت بکنیم که یک سرش بازار رقابت کامله و اون سرش به انحصار داره میل میکنه. وقتی که داریم میگیم تقریبا رقابتی باشه، یعنی تو سر تو اون انتهایی باشیم که به حالت رقابت کامل نزدیکتره، نه لزوما به صورت کامل رقابت وجود داشته باشه. منظورمون اینه که از این حالت تقریبا رقابت کامل که انقدر عرضه کننده و تقاضا کننده تو بازار وجود داشته باشن که هر کدومشون به تنهایی نتونن روی قیمت بازار تأثیر بذارن، یعنی خروج یه عرضه کننده یا ورود یه عرضه کننده جدید قیمت بازار رو به تنهایی تحت تأثیر قرار نده. تو این حالت میگیم که ما قدرت بازار کمی داشته باشیم. قدرت بازار به این معنی که رفتار تک تک بازیگران، یعنی عرضه کنندگان یا تقاضا کنندگان، آیا میتونه بازار رو تحت تاثیر قرار بده یا نه. وقتی که ما بگیم قدرت بازار خیلی زیاده، مارکت پاورمون خیلی بالاست، یعنی بازیگرایی که وجود دارن قدرت تاثیرگذاری زیادی روی قیمت و مقدار دارن، و وقتی که میگیم بازار قدرت بازاری تقریبا وجود نداره، یعنی هر کدوم از اونا به تنهایی نمیتونن اعمال نفوذ بکنن روی قیمت یا مقدار. پس ما میتونیم حالتی رو در نظر بگیریم که این شرایطی که اینجا به صورت شرایط مفروض در نظر گرفتیم وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مقدار عرضه، مقداری که به بازار داره عرضه میشه توسط تولید کنندگانی که تو بازار هستن کنترل بشه، یه محدودیتی روش گذاشته باشه، که تو این حالت ما میگیم عرضه کننده ها یا تولید کننده ها یه انحصاری توی بازار دارن. حالا در مورد این کلمه یه انحصار بعدا مفصل، وقتی که باز ساختار بازارها رو بررسی کردیم، که همون طیفی رو که در موردش صحبت کردم دیدیم که قسمت‌های مختلفش از چه ویژگی‌هایی تشکیل شده، بیشتر خواهیم دید که وقتی که داریم میگیم انحصارگر، یعنی دقیقاً تولید کننده ها چه رفتاری رو دارن از خودشون نشون میدن. خب توی این حالت خواهیم دید، حالا اینجا فقط اشاره میکنم، بعدا مفصل با تحلیلش خواهیم دید که منحنی تقاضا به صورت مشخصی وقتی که شیفت پیدا کنه، جابجا بشه به سمت چپ یا راست، ممکنه که انحصارگر این تمایل رو داشته باشه که مقدار تقاضا شده رو ثابت نگه داره. برای همین اینطور نیست که ما بگیم که تو هر قیمت مشخص یه مقدار مشخصی وجود داره، یعنی انگار یه تناظر یک به یکی بین اینا وجود داره که وقتی قیمت تغییر کنه لزوما مقدار هم تغییر خواهد کرد. خیر، اینطور نیست. ممکنه که محدودیتی از روی مقدار برای انحصارگر، از طرف انحصارگر در واقع روی بازار وجود داشته باشه، که اینو مفصل بعداً با تحلیلش خواهیم. خب تا حالا دیدیم که هر کدوم از منحنی‌های عرضه و تقاضا رو اگه جداگانه در نظر بگیریم، تحت چه عواملی میتونن جا به جا بشن؟
و به کدوم سمت جابجا میشن، یعنی در واقع عواملی که داره اینها رو تحت تاثیر قرار میده تو کدوم جهت داره حرکت میکنن. بعد اومدیم مفهوم تعادل رو معرفی کردیم، یعنی جایی که منحنی عرضه و تقاضا هم دیگر رو قطع میکنن. حالا از اون چیزی که قبلش صحبت کرده بودیم در موردش، یعنی عوامل مؤثر بر جابجایی هر کدوم از این منحنی ها، میتونیم استفاده بکنیم و ببینیم که اگه ما توی نقطه تعادل اولیه‌ای باشیم و به هر دلیل توی اقتصاد یه تغییر اتفاق بیفته که این تغییر میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، نقطه تعادل ما چطور جابجا میشه؟ باز دوباره وقتی که میگیم چطور جابجا میشه، یعنی اولا تو کدوم جهت جابجا میشه، به این معنی که قیمت و مقدار دارن بیشتر میشن یا کمتر میشن هر کدوم، و قسمت دوم تحلیلمون میتونه این باشه که چقدر اینها داره جابجا میشه، یعنی ما چقدر جابجایی افقی داریم، چقدر جابجایی عمودی داریم. اینطور میگن که این جابجایی که اتفاق افتاده چقدر میتونه بازار تحت تاثیر قرار بده، چقدر معنا داره، که حالا یه مقدار جلوتر تو چند تا اسلاید دیگه در مورد این کمیت هم ما صحبت میکنیم. فعلا در مورد کیفیت تغییرات صحبت بکنیم، یعنی به طور کلی این تغییرات تو کدوم جهت داره اتفاق میفته. خب حالا توی این اسلاید شما تغییرات رو تو سمت عرضه دارید میبینید، یعنی منحنی صعودی عرضه بنا به یکی از دلایلی که قبلا در موردش صحبت کردیم که میتونه ناشی از کم شدن هزینه های تولید باشه، به سمت راست جابجا شده. به چه معنی؟ به این معنی که توی هر مقدار مشخص تولید که در نظر بگیرید، مثلا مثل کیویه که فرض کنیم نقطه تعادل اولمون رو داریم در موردش صحبت میکنیم، مصرف عرضه کننده قبلا مایل بوده که قیمت P1 رو برای کالاش انتخاب بکنه و تو اون قیمت محصولش رو بفروشه، منتها کاهش قیمت تولید، کاهش هزینه های تولیدش بنا به هر دلیلی میتونه کاهش دستمزد کارگرش باشه، میتونه کاهش نرخ بهره سرمایه‌ای باشه که در اختیار گرفته، یا تکنولوژی تولید بهتری که استفاده کرده، یا هر دلیل دیگه. کاهش هزینه تولیدش منجر میشه که براش صرف داشته باشه همون مقدار قبلی رو با قیمت کمتر این بار تولید بکنه. پس در واقع هر کدوم از مقادیر رو مشابه همون تحلیلی که قبلا داشتیم، هر کدوم از مقادیر رو که در نظر بگیریم، قیمت معادل با اون مقدار کمتر خواهد بود، یا از اون طرف هر کدوم از سطوح قیمت رو که در نظر بگیریم، این بار برای مصرف کننده، برای عرضه کننده صرف داره که تو اون سطح قیمت مقدار بیشتری رو تولید بکنه، چون هزینه های تولیدش کم شده. هر دو تا تحلیل، چه از سمت قیمت چه از سمت مقدار، به این منجر میشه که انگار منحنی عرضه داره شیفت میکنه به سمت راست. خب چه اتفاقی میفته اگه از همون تحلیلی که قسمت قبل دیدیم استفاده بکنیم، یعنی مکانیزم بازار رو در نظر بگیریم؟ این بار نقطه تعادل نقطه جدیدی خواهد بود که اینجا با پیسه و کیسه نشون داده شده. همونطور که مشخصه قیمت کاهش پیدا کرده، قیمت تعادلی کم شده و مقدار تعادلی زیاد شده، یعنی در واقع وقتی هزینه های تولید داره کم میشه، مصرف کننده مایل و قادره که کالاش رو توی قیمت کمتر و با مقدار بیشتری به فروش برسونه، و همینطور تمایلی از طرف متقاضی یا خریدار وجود داره که توی قیمت کمتری این کالا رو خریداری بکنه. خب مشابه همین تحلیلی که اینجا انجام شد، یه تحلیل از سمت عواملی که میتونن منحنی تقاضا رو متاثر بکنن، در واقع هر کدوم از اون عواملی که قبلا در موردش صحبت کردیم، مثل درآمد شخص یا مثل قیمت کالاهای جایگزین، با اون تعریفی که قبلا داشتیم، قیمت کالای جایگزین یا قیمت کالای مکمل میتونه تابع تقاضا رو جابجا کنه به سمت چپ یا راست. حالا اینجا به طور مثال ما جابجایی به سمت راست رو داریم میبینیم، به سمت بالا، به این معنی که مثلا فرض کنیم که درآمد فرد زیاد شده، همون مقدار قبلی رو حالا حاضر با قیمت بیشتری بخره. اگه این تغییر رخ بده، یعنی منحنی تقاضا به سمت راست جابجا بشه، مشخصا قیمت تعادلی و مقدار تعادلی هر دو زیاد میشن، یعنی مصرف کننده تمایل داره که پول بیشتری بپردازه و مقدار بیشتری از کالا رو در تعادل خریداری کنه.